عدم اشتراک برخی از دکانداران به نماز جمعه در المند طالبان 70 دکان را مورلاک کردند. اختلافات سر طالبان حنفا از ضرورت تقویت نظامی آموزش سخنگو گفت. جواب دندان شکن خراسانی به دوستان به نام خدا بخشنده و مهربان. سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌نمایم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. عدم اشتراک برخی از دکانداران به نماز جمعه در المند طالبان 70 دکان را مورلاک کرده است. منابع در شهر لشکرگاه مرکز ولایت المند میگن که نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان 70 دکان را به دلیل اشتراک مالکان این دکان ها در نماز جمعه بسته کردن. یک منبع که خود نامش درس نشود گفت که این دکان ها در مارکت تجارتی الجدید شهر لشکرگاه قرار دارد و مالکان آنها در نماز جمعه هفته گذشته اشتراک نکرده بودند. با گفته منبع نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان این دکان را مورلاک کرده و گفته است که کدام از مالکان برای بازگشایی دکان هایشان باید 10,000 افغانی جریمه نیز دارد. اختلافات سران طالبان حنفی از ضرورت تقویت نظام آموزش سخن گفت. اشرف صاحب کابل پس از انتقادات سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان از رهبر این گروه اکنون معاون اداره رئیس الوزاری طالبان میگن تا زمانی که سیستم آموزش تقویت نشود هیچگاه نمیتوان دعوای یک کشور مستقل را داشت. عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس الوزاری طالبان روز یک شنبه 23 دل و در نشستی در دانشگاه کابل گفته است وظیفه یک مفتی تنها این نیست که بگوید ممنوع است و وقتی مفتی چیزی را منع می کند باید را بدیل هم ارائه دهد. او افزود است ما اگر دوام می کنیم وطن خود را این و آن می کنیم اما خواب و خیال است. نام برده اضافه کرده در صورتی که به مسئله تقویت نظامی آموزش و تحصیل پی نبریم چگونه خود را از این حالت نجات دهیم. و در اخیر جواب دندان شکن خراسانی به دوستم جنرال دوستم که شراب زد باز خیال پلو میزند بیا ای گز و ای میدان سربازان الله لشکر طاغوت را شکست دادند. تو خو یک چیز خرد مزدور بگیل هستی این بار از نطفه نابود میشوید انشالله. تشکر از توجهتان تا ویدیوهای دیگر. الله نگهدار.